میرم این ور، صحبت رو با آقای مهدی جلالی تهرانی عزیز آغاز میکنیم و این موضوعی که مطرح شده الان یک هفته است که تمام رسانه‌های فارسی زبان راجع بهش صحبت میکنن، مسئله نوارهای آیت الله منتظری و اظهار نظرهایی که پیرامون اون شده و همین امروز هم دوباره این آقای یکی از سه تفنگداران برادران لاریجانی که خیلی ایشون واقعا جز علمای درجه یک هستن اظهار نظری کردن راجع به بلاهت آیت الله منتظری. آقای جلالی عزیز سلام میکنم به شما. سلام بر شما. آیا واقعا آیت الله منتظری آدم عقب افتاده و بیهوشی بود؟ به هیچ عنوان. آقای منتظری برخلاف تصویری که ازش ساخته میشد و در اون زمان ها به حال من خب خیلی سنم پایین تر بود، ولی یه چیزهایی رو خاطرم هستش در فضای عمومی که ازش جوک می ساختن و به عنوان گربه نره و اینا، ولی آقای منتظری یکی از برجسته ترین فقهای معاصر حساب میشه، از شاید بهترین شاگرد آقای بروجردی بوده و در بسیار سن جوانی جواز اجتهاد میگیره از آقای بروجردی و آقای بروجردی حتی بهش میگه که تو در واقع حوزه علمیه شیعه اصلا روی دوش تو خواهد بود به نوعی، البته در ایرانش، حالا در نجف که آقای خویی و اینها یواش یواش داشتن رشد میکردن و اونها بودن که به خصوص شخص آقای خویی بودش که مرجعیت بدون رقابت رو در شیعه به دست گرفت. در ضمن آقای منتظری بجز اینکه یک فقیه هستش و بسیار هم هوشمند در کار خودش، درس خارجه بسیار سنگینی رو داره، یک نظریه پرداز هم هست و یک نظریه ولایت فقیه رو طرح میکنه حکومت اسلامی رو، که هم زمان استادش و در این حال هم فکرش آقای خمینی هم این نظریه رو طرح میکنن، تدریس میکنن هر کدوم جدا جدا. بعد آقای منتظری یعنی در واقع یک مکتب فکری میسازه، کاملا شاگردانی رو تربیت میکنه که این شاگردان در واقع بعدن همون قصابان میشن. بعد در مدرسه حقانی قم که اصلا اونم تازه تأسیس بوده، که اصلا برای زمین چینی های انقلاب این مدرسه تأسیس میشه، و اتفاقا نکته جالبی هستش که اون بخش از شنوندگان رادیو بدونن، چون این حرف بی اعتبار خیلی زده میشه به خصوص توسط گروه های چپ، جوان های پرشوری که اون موقع بودن و احساس میکردن که دارن واسه خودشون انقلاب میکنن و قراره که سهمی هم از قدرت داشته باشن و یا آزادی باشه و بعد در واقع خودشون رو صاحب انقلاب میدونن و از این حرف های بی اعتبار میزنن که انقلاب دزدیده شد یا انقلاب منحرف شد یا آخوندا ورداشتن. اینها هیچ کدومش واقعیت نداره. نهاد روحانیت یه نهاد چندین صد ساله است بعد و اصلا با یه گروه هایی مثل مجاهدین و حالا شما فرض کنید فدائیان و اینها که فقط نه برنامه داشتن، نه نهاد درست حسابی داشتن، نه به قول آقای هانتینگتون جنریشن و نسلی درشون گذشته بود که اصلا نهادشون به شمار در بیاد. اونها پیاده نظام بودن. آقای منتظری هم همچین نگاهی به این آدم ها داشتش، کلن روحانیت به این آدم ها همچین نگاهی داشتش و طبیعتا هیچ سهمی هم به اینها نمیداد، چون آقای منتظری در مکتب فکری خودش قانون شریعت رو آورده بود تجدید نظر درش کرده بود، یعنی حکومت وقتی به دستشون میرسید اینا میتونستن به سرعت قانون گذاری بکنن، قانون هایی که از قبل هم تدوین شده، همه نظریات داده شده. هیچ کدوم از گروه های سیاسی، حتی جبهه ملی و اینها هم اصلا هزار سال نوری فاصله داشتن تا اینکه بتونن اصلا این توان رو داشته باشن که بخوان کوچکترین سهمی در انقلاب داشته باشن، صرفا پیاده نظام بودن. و بعد آقای منتظری بجز مکتب فکری و شاگردانی که تربیت میکنه، این شاگردان حالا خود آقای منتظری در این زمینه چقدر نقش داشته یا چقدر نقش نداشته رو نمیدونیم،
و یکی از سوالات ماست، من معتقد هستم که حداقل مطلع بوده اگر نقش هم نداشته در ترورها بوده، ترورهایی که در قبل از انقلاب صورت میگیره، یعنی انقلاب بسیار دقیق برنامه ریزی شده بوده از حداقل سال 56 بعد. و این آدم هایی مثل مجاهدین و پیکار و نمیدونم فدائیان، هر گروه هایی که اون موقع بودن که بعدا هم اتفاقا خود روحانیت اونها رو گروهک نامید، اینها اصلا در باغ این مسائل نبودن که چه کارهایی داره انجام میشه در یه شبکه بین المللی. یعنی گروه آقای خمینی در نجف یه شبکه تروریستی درست میکنن با همکاری حافظ اسد، حافظ اسد بهشون خیلی کمک میکنه، با همکاری سرهنگ قذافی. بعد الان یکی از دلایلی که ما اصلا میتونیم به جنگ سوریه نگاه بکنیم و توجه ایران به جنگ سوریه دقیقا این پرسپکتیوه، یعنی جمهوری اسلامی و انقلاب و افراد اصلی انقلاب به نوعی مدیون هستن به بشار، به حافظ اسد پدر بشار. و بعد هم خب نفت بسیار ارزونی رو برای تمام این سالها در اختیارش گذاشتن و الان هم که دارن از بشار اسد حمایت میکنن و حمایت از بشار اسد معناش متفاوت هستش با حمایت از حزب بعث سوریه که بقیه اعضا رو تشکیل میده، چون اونا عرب ناسیونالیست هستن، به هیچ عنوان با ایران کنار نمیان. ولی شخص بشار اسد و پدرش، اونها با در رابطه با ایران بودن، هر دو به نحوی در زمینهای مختلف خودشون رو به همدیگه مدیون میدونن. این شبکه تروریستی افرادی رو که در مقابل نهضت آقای خمینی بودند رو بسیار حساب شده و دقیق از میان برداشت، از جمله شمس آبادی رو، برادر داماد آقای منتظری، او رو ترور کرد. بعد آقای سید مهدی هاشمی، مصطفی خمینی رو ترور کردن، آقای محمد منتظری که به نام محمد رینگو معروف بود، در گفته میشه توسط خانواده مصطفی خمینی گفته میشه که در ترور او نقش مستقیم داشته. شبی که مصطفی خمینی کشته میشه، محمد منتظری یکی از اون سه مهمان بوده در اون شب. بعد دلیلی هم که مصطفی رو میکشن، خب مردم مطمئن هستم که این مسئله رو نمیدونن، این بوده که مصطفی مخالف پدرش بوده، بسیار صریح اللهجه بوده و همه جا ضد پدرش حرف میزده. بنابراین بعد خب مجتهدم بوده، پسر بزرگم بوده، طبیعی هستش که به عنوان یک مانع بزرگ برای نهضت رو به شمار بیارن. بعد این شبکه تروریستی به این حد بسنده نمی کنه، یک رقیب دیگر منطقه‌ای رو که خیلی پرنفوذ بوده، محبوب بوده، به نام امام موسی صدر رو از میون بر می دارن. چون باز کسانی که مطلع هستن، از خانواده خمینی در جریانات هستن، می دونن که امام موسی صدر هم با خمینی خوب نبوده، او رو اصلا قبول نداشته. زمانی که خمینی در نجف 15 سال به هر حال تبعید هست و اونجا داره درس میگه و اینها، یکی از چیزهای جالب اینه که امام موسی صدر که فامیل نزدیک خمینی هستش، چرا هیچ وقت نرفته با اون ملاقات کنه؟ چرا این دو نفر اصلا با هم ملاقات نکردن؟ در حالی که مثلا آقای رفسنجانی میگه که وقتی که ما ازمون شاه دستگیر میکرد کسی رو، به امام موسی صدر مراجعه میکردیم، امام موسی صدر میمد، از شاه میخواست، انقدر اعتبار منطقه‌ای داشت، از شاه میخواستش که آزاد بکنه. یعنی امام موسی صدر در این زمین ها هم کمک میکرد. و خلاصه این افراد اصلی رو این شبکه تروریستی برداشت، از میان برداشت تا نهضت خمینی به پیروزی برسه. خب یک سوالی که من اینجا دارم اینه که آیا آقای منتظری از این جریانات مطلع نبود که پسرش داره چه میکنه؟ یعنی بخشی از این شبکه تروریستی در خانواده خودش هستش، پسرش و برادر دامادش، و این بهانه ها رو هم شبکه، یعنی در واقع حلقه جماران دارن، اینها از همدیگه دارن آتوم میگیرن و بعد از یه مدتی این مسائل رو طرح میکنن. یعنی مهدی هاشمی رو احمد خمینی در این رقابت قدرت به خاطر تضعیف منتظری اعدامش میکنه و آقای منتظری بعدش از قائم مقامی آقای خمینی استعفا میده و کنار میره. شخصی که ما داریم، که یعنی کرکتری که داریم در موردش صحبت میکنیم، آدم صادق صمیمی خیلی
خیلی شیله پیلهی هستش، روحیش کاملا اینگونه است آقای منتظری، بعد اهل قدرت نیست ولی به شدت وابسته به نظریه ولایت فقیه خودش هستش، تا آخر هم هرگز نظریه خودش رو پس نمیگیره، بعد یه تغییرات جزئی در اون ایجاد میکنه و به جای اینکه نظریه یا مبانی فکری خودش رو پس بگیره و با شاگردانش که صحبت میکنه در واقع خودش رو یه مقداری مقصر قلمداد بکنه، در نقش اعتراضی ظاهر میشه، معترض میشه و گناه رو گردن دیگران میندازه، گناه رو گردن خمینی میندازه، بعدها گناه رو گردن خامنه ای میندازه. هیچ وقت آقای منتظری نظریه خودش رو که اصلا این تفکر حکومت اسلامی و ولایت فقیه یک چیز احمقانه، یک چیز دیوانوار، یک چیز پر از جنایت از لحظه اولش با خون آمیخته بوده، هیچ وقت این رو زیر سوال نمیبره. اما خب در دید مردم که من انتظار دارم یه مقدار با دقت بیشتر نگاه بکنن، در دید مردم او در شکل یک قهرمان هم حتی میتونه جلوه بکنه، به خاطر اینکه در نقش اعتراضی ظاهر میشه. حالا به نقش اعتراضی آقای منتظری نگاه بکنیم، آیا واقعا این نقش اعتراضی چقدر میتونه برای ما حاوی ارزش باشه؟ آقای منتظری یک مبارزه، یک فقیه برجسته است. در زمان شاه ظلم میکنه، یه اتفاقی میفته که آقای منتظری مبارزه میکنه دیگه، احتمالا اینه که شاه ظلم میکنه. خب آقای منتظری در همین فایل صوتی میگه که و بارها هم قبلا که اصلا این جنایت هایی که این دوره شده به هیچ عنوان در زمان شاه نشده. سوال من از آقای منتظری این هستش که شما پس اگر خمینی بیشتر جنایت کرده، تازه با نام اسلام کرده که باید بیشتر حساس بشی، با آبروی اسلام کرده که باید بیشتر حساس بشی، با نام ولایت فقیه کرده که باز بخشی از این نظریه رو تو صاحب هستی، باید بیشتر حساس بشی، چرا در مقابل شاه قیام میکنی، شجاعت به خرج میدی، میای وسط در مقابل آقای خمینی به یک معترض تبدیل میشی، اون هم معترضی که با مردم در جریان نمیگذاری، بلکه شکایت نامه های عاشقانه به مراد خودت مینویسی و در این سطح قضیه رو بسنده میکنی؟ اینها سوالایی هستش که آقای منتظری نمیتونه بهش پاسخ بده و نتونسته بوده در گذشته هم پاسخ بده. ضمن اینکه باز اعتراض ها رو نگاه میکنیم، آیا باید حد اعتراض ها بعدی میرسید که مثلا چند هزار نفر کشته بشن و یک زن حامله مثلا اعدام بشه تا شما برگردی در این فایل صوتی بگی که من شب تا صبح خوابم نبرد؟ اگر یه فقیهی هستی که دقیقاً بر مبنای همین حرفایی که در این فایل صوتی همینجا داری میزنی، تو بعد شبهای اولیه انقلاب رو، یعنی 5 اسفند ماه رو که آقای خمینی به رفیق صمیمی تو، به یک مجتهد مسلم دیگه، به یک فقیه برجسته دیگه که در فقاهتش هم هیچ نه تو شک داری نه هیچ کس دیگه شک داره، به نام آقای صادق خلخالی حکم میده، ولی تو میدانی که این آدم از جهت روانی آدم مریض و جانی هستش، از دوران طلبگیش میشناسی، به او حکم میده و دستشو باز میذاره که اعدام رو انجام بده و تأیید میکنه آقای خمینی، چرا از همون شب اول انقلاب ندیدی که این نظریه تو به سمت کجا داره میره و چه خون و جنایتی رو با خودش داره؟ و همینطور مرحله به مرحله نگاه بکنیم، تصویه هایی که در سال 60 انجام شد، بعد از تصویه هایی که در سال 60 انجام شد، یعنی خمینی در واقع اقتدارش رو رفته رفته به دست آورد، خمینی که از روز اول که آمده که اقتدار ثابت مطلق 100% نداره، این اقتدار ساخته میشه در یک تعامل، این تعامل بخشیش در واقع سکوت یا کنار رفتن یا به هر حال ملاحظات آقای منتظری امثال او هستش. آقای خمینی تیکه تیکه در واقع کسانی که در مقابلش مقاومت میکنن رو حذف میکنه. بعد از سال 60 که این جوانهای انقلابی و اینها رو حذفشون میکنه، یعنی در واقع پیاده نظامی که دیگه به درد نمیخوردن، بعد میاد سراغ روحانیت، از روحانیت شروع میکنه حذف ها رو انجام دادن، یه در که خانه نشین میکنه مثل آقای قمی رو، مثل آقای شیرازی رو، مثل آقای روحانی رو، آدم های مراجع پرنفوذ روحانیت رو، اینها رو خانه نشین میکنه. آقای منتظری صداش در نمیاد، هیچ اعتراضی نمیکنه، یعنی کسانی داره میبینه خانه نشین میشن که دوستانش هستن، طلبه های دیگه هستن، به
حداقل با اونها نزدیک هستش. من این رو میفهمم که آقای منتظری یک فقیه الیتیست بود، مردم رو عوام میدونست، و اینکه حالا بالاخره دی از جوونا و اینا کشته بشن خب ناراحت بود، میگفتش که بعد، ولی انقدر اهمیت براش پیدا نمی کردش که خود مراجع مورد ظلم قرار بگیرن یا خانواده هاشون زندان برن یا بعدن شکنجه بشن، یا دوست صمیمی او، باز یکی دیگه از همون حلقه بسیار صمیمی او که یک آیت الله پرنفوذ هستش، کمتر از منتظری هم نفوذ نداره، به نام آقای حسن لاهوتی. آقای حسن لاهوتی فرمانده سپاه میشه و بعد از اون یک دفعه احساس پشیمونی میکنه، میگه که آقای خمینی ما رو گول زد، ما رو فریب داد و ما دستمون به خون آلوده شده، و قسم میخوره که بر علیه خمینی مبارزه بکنه. بعد از سپاه از قرار شروع میکنه اسلحه دادن به مجاهدین خلق، که خب این روحیه آقای لاهوتی بودش که به نوعی، به قول پدر من گفتش که یکم افراط و تفریط تو این زمینه داشت، چون آدم احساساتی بود و میخواستش، و اونقدر از این مسئله عصبانی بود و روانش به هم ریخته بود که میخواست حتما این کارهایی که کرده رو به نوعی جبران بکنه. یعنی در پی جبران برآمدن هم آدم وقتی نگاه میکنه میگه حداقل مثل لاهوتی، هرچند یه مقداری زیادی پیش رفت، دست به عمل خطرناکی زد، ولی باز آقای منتظری این صحنه رو میبینه. بعد خب طبیعتا خمینی خبردار میشه از کارهای آقای لاهوتی، بلافاصله اعلام میکنه، در یک سخنانی اعلام میکنه که لاهوتی نور چشم منه، و این رو کسانی که آقای خمینی رو میشناختن خیلی خوب میدونن که این حرف، یعنی من با اینکه خیلی کودک بودم اون موقع، ولی یادمه که وقتی آقای خمینی گفتش که لاهوتی نور چشم منه، پدر من جلو تلویزیون گفتش که خمینی لاهوتی رو خواهد کشت و این قضیه تمام شد. و دقیقا همین اتفاق افتاد. یک هفته بعد آقای لاهوتی با نام سکته قلبی در بیمارستان که نبود، گویا اصلا برده بودنش اوین و سم تزریق کرده بودن، کشته شد. آقای منتظری تمام این جنایت ها رو میبینه. بعدش میرسیم با آقای، یعنی بزرگترین مانع آقای خمینی چه کسی هستش که باید برداره وقتی تمام موانع قبلی رو برداشته، سکوت هم بوده، آقای منتظری هم هیچ کدوم حمایت نکرده. مانع اصلی میشه آقای شریعت مداری، مرجع بزرگی که زیر مرجعیت آقای خمینی رو امضا کرده و با ولایت فقیه مخالفه، اعتقادی به ولایت فقیه نداره. او رو هم با یک سناریوی بسیار بسیار کثیفی از مسئله کودتا و اینها مجبورش میکنه به اعترافات تلویزیونی، او تنها میمونه و بعد از اینکه اعترافات تلویزیونی صورت میگیره حصر در خانه میشه، بعد نیاز به پزشکی داشته، نیاز به خدمات پزشکی رو دریغ میکنه. بعد به هر حال آقای شریعت مدار هم فوت میکنه. تمام این صحنه ها رو آقای منتظری داره میبینه، ولی اعتراضات بسیار مختصر و در همون سطحی که عرض کردم، شکایت نامه های عاشقانه به آقای خمینی در این سطح بسنده میکنه، تا اینکه کشتار 67 آغاز میشه و تا اینجا آقای منتظری نقش خیلی بزرگی نداره. اینجا هستش که میاد یک دفعه دو تا نامه با آقای خمینی مینویسه و یکم محکمتر با مسئله روبرو میشه. تازه در همین فایل صوتی توجه بکنید، یه تهدید کوچکی میکنه، میگه میخواستم این نامه رو منتشر بکنم، یعنی مردم رو در جریان بگذارم، که هیچ وقت هم نمیگذاره. شاید چه بسا بسیار زودتر از این، چند سال زودتر از این، او کنار آقای شریعت مدار وای میساد، کنار آقای لاهوتی وای میساد، کنار یه سری از مراجع و روحانیون مخالف خمینی وای میساد، که اونا همشون، مثلا آقای شیرازی که اصلا از همون سال 58 رفتش در حصر در خانش تا سال 2000 میلادی، حالا فارسیش رو یادم نیستش، که در همون خانش هم فوت میکنه. و این وضعیت رو آقای منتظری میبینه ولی خیلی توجه به خرج نمیده. در اینجا اعتراضاتش رو میکنه. در چه زمانی هست؟ در زمانی هستش که عملا قدرتش از بین رفته، سلب شده. یعنی ما اگر بخوایم منحنی این مسئله رو بکشیم، آقای منتظری قدرتمند اوائل انقلاب
ولی آقای خمینی مرتب رو تست میکنه، میبینه که نه چیزی پشتش نداره، محکم نایستاده، میره جلو دونه دونه حذف میکنه. بعد یواش یواش قدرت خود آقای منتظری کاهش پیدا میکنه، چون در شکل یک شخصیت ضعیف واقعا ظاهر میشه. اون مبانی و اصولی که براش مبارزه کرده بود و فریاد میزد و اینها زمان شاه، دیگه اصلا در این شخصیت دیده نمیشه. بعد خب آقای خمینی کارش رو تمام میکنه و بعدم بهانه های تروریستی هم که داشتن، اینا با هم دیگه به نوعی کار کرده بودن. حالا گفتم ما فقط تنها چیزی که نداریم اینه که نمیدونیم اینه که آقای منتظری چقدر از این داستان ها مطلع بود، از این ترورهایی که بخشیش در خانواده خودش انجام میشه. آقای جلالی ببخشید قبل از این که ادامه بدید، تقریبا تموم شد البته. بله، پس من این سوالم دو تا سوال هست که ازتون مطرح کنم. یکی سوال هست راجع به اون چه که گفتید که این داستان رو اون ساده سهل انگاری یا ساده اندیشی است اگر فکر بکنیم که این انقلاب ناگهانی صورت گرفته یا اینکه بدون برنامه بوده و غیر ذلک. ولی ما داریم جزو اسکالرهای به اصطلاح مذهبیمون، من میتونم نام ببرم، آقای دکتر نراقی که به نظر من خب مطالعاتشون در زمینه ادیان هست و استاد جوانی هستن که به اصطلاح در رشته ادیان دکترا دارن. ایشون میگویند که آقای خمینی که سر به مخالفت با پادشاه ایران برداشته بود با حکومت پهلوی، قصدش براندازی نبود نهایتاً و باورش نمیشد که بتونه در به این سادگی غالب بشه و بعد هم به عنوان بیاد بعد همه کارها رو تحت کنترل خودش قرار بده و براش یه نوع سورپرایز بود. ولی نهایتاً وقتی که دید شرایط به این صورت پیش رفته، پرید توی این به قول امریکایی‌ها بمباگن یا سوار این قطار شد و بعد ادامهش رو ما تا امروز شاهد هستیم. بله. چیه نظر شما؟ من تصور میکنم شما آقای آرش نراقی رو. بله 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 بله. خب نه، ببینید آقای آرش نراقی از این داستان ها مطلع نیست. ایشون یک فیلسوف بسیار بسیار برجسته است، از دوستان من هستش ایشون و من برای به خصوص نظریات خیلی متفاوتی که ایشون با شجاعت طرح میکنه و به خصوص ذهن تیزی که ایشون داره احترام بسیار زیادی قائل هستم. اینجا رو هم باید بگم شخصیت واقعا فرزانه‌ای هم داره آقای آرش نراقی، اما این مسائل مسائلی هستش که باید ازش اطلاع داشت. طبیعتاً یه بخشی از همین چیزهایی که من در مورد این شبکه تروریستی گفتم در بعضی از کتاب‌ها اشاراتی شده، ولی باید خیلی دقیق رفتش اونها رو خوندش. کسانی هستن که اصلا هیئت‌های تحقیقی که درست شد در مورد مسئله امام موسی صدر، بعضی‌ها یه دفعه رفتن و به یه جاهایی رسیدن که یکم مشکوک داستان، رها کردن، ملاحظاتی کردن. این بخش از تاریخ در واقع خیلی بیرون نیومده. من هم به خاطر اینکه پدر من یکی از صمیمی‌ترین، مثلا حالا شما کلمه سه تفنگدار در مورد لاریجانی‌ها به کار بردید، به نوعی همچین سه تفنگدارهایی هم در تیپ پدر من آقای لاهوتی، آقای منتظرین ها بودن. البته آقای نه از جهت علمی در سطح مقایسه نبودن با پدر من، ولی پدر من خیلی پایین تر بود، اما به هر حال اینها با هم در جریانات بودن. حالا پدر من از ابتدای انقلاب نه رأی داد و نشست گفتش که اصلا روحانیت نباید در حکومت دخالت کنه، ولی خب ما در جریان این دوستان دوران طلبگی، حالا من توی بچگی 6 سالگی 7 سالگی مثلا قرار می گرفتم و این صحنه رو، یعنی این کاملا خاطرم هستش با اینکه کودک بودم، ولی این صحبت آقای لاهوتی رو حدود شاید 2 هفته قبل از کشته شدنش باشه که در منزل ما به پدر من گفتش که من دیگه جام روی زمین نیستش، جای من زیر زمینه، من باید یا خمینی رو بفرستمش به زیر زمین یا خودم میرم زیر زمین. آقای جلالی پدر، ببخشید بین صحبتتون، پدر هم مغضوب قرار گرفته بودند از طرف خمینی یا خودشون به طور کلی خودشون کنار؟ به شدت بله، او رو که از او معتقد به روحانیت، یعنی به سیره بله. سنتی روحانیت بود، میگفت روحانیت باید جای خودش بشینه، مسجدش رو بره، درسش رو بگه، فقط در همین ساعت باشه.
به شدت مخالف دخالت توی حضور روحانیت بود، ولی خانه نشین شد و بهانه‌ای هم خب از اون نداشتن، فقط کاملا خانه نشین شد و منزوی شد. بله. و به خصوص اینکه حتی 12 فروردین هم رأی نداد. و شاید مهمتر از این، باز در مناسبات آخوندی این مسئله خیلی مهمه، اینکه وقتی که آقای خمینی آمد به جماران، روحانیون تراز اول میرفتن او رو به دیدارش. بله. و گروه گروه میرفتن از سراسر ایران. شاید تنها فردی که توی اون سنینی بودش که مثلا بره دیدار، مثلا آقای خونساری هم یک مرجعی بودش که مخالف بود، ولی هیچ کس انتظار نداشتش که او به دیدار خمینی بره. قاعدتا خمینی باید به دیدار او میرفت، ولی تیپ روحانیونی که یه مقداری جوانتر بودن در اون موقع که و معتبر بودن، شناخته شده بودن، بعد به دیدار خمینی میرفتن، مثلا پدر من به دیدار خمینی نرفت. و این برای روحانیت خیلی سنگینه، یعنی این علامت کاملا مخالفت هستش. و شغل نپذیرفتن باز خیلی کار سنگینی هستش. در اون فضای انقلابی شغل نپذیری در واقع داری مشروعیت اون نظام رو زیر سوال میبری. اینها میتونم بگم که تا حدود زیادی حتی با وقتی با جنایت‌های رژیم جمهوری اسلامی روبرو میشیم، من الان قضاوت میکنم باید بگم که خمینی واقعا پدر من رو دوست داشت، رحم کرد بهش، وگرنه میکشتش، چون خیلی جلوی چشم او هم قرار نگرفتش، خاری در مقابل چشمش نشد یا تحرکی نداشت، فقط حرف میزد احتمالا. اما خب این بخش ها رو کسان دیگه در این زمینه یا اسکالر هایی که وجود دارن شاهدش نبودن. چیزهایی هستش که گفتم اینطور نیستش که بیرون نیامده باشه، جست گریخته در جاهای مختلف خیلی نوشته شده، ولی به یک مجموعه ای که ما بتونیم به این تاریخ انقلاب رجوع بکنیم تبدیل نشده هنوز. آقای جلالی عزیز، چرا این نوارها حالا و اولا من یک برداشت کلی رو که از صحبت های شما داشتم این هست که این طور کسانی که تجلیل میکنن از آیت الله منتظری و او رو طرفدار حقوق بشر و انسانیت و مخالف خشونت میدونن، خود او در واقع جز کسانی بوده که شاهد بسیاری از این جنایت ها از اون روز اول بوده، کسی بوده که نقشه این در پیاده کردن این انقلاب دست داشته و این انقلاب طبیعتاً همه میدونیم که با خون و خونریزی روبرو بوده، چقدر افراد رو برجسته ترین شخصیت مملکت ما رو چه در نظامیان ما چه فرهیختگان علمی ما رو اینها از بین بردن. آیا واقعاً نظرتون اینه که یک چنین چهره بسیار بسیار مهربان انسان دوستی رو نباید از اون نشون داد؟ یا اینکه به طور کلی میخواستم این جنبندی رو من اگر چقدر فرصت هست، چون دو تا سوال متفاوت پرسید. بله. یکی دلیل اینکه این فایل صوتی منتشر شده، یکی بله بله. چهره ای که از آقای دقیقا. منتظری الان دیده میشه. بله. ما دقیقاً 6 دقیقه وقت داریم. خب من ابتدای اولی رو توضیح میدم. ببینید، من این رو اصلا همواره دارم الان میگم، ما مشکل روانی داریم، یعنی ما کل جامعه ما دچار یک بیماری روانی اجتماعی هستش. ما این رو در دوران فاشیسم میبینیم، خانم هانا آرنت میگه، الان در کره شمالی میبینیم اون شیفتگی که مردم کره شمالی الان به رهبرشون دارن. وقتی میگه آقای جلالی، وقتی میگین ما، یعنی کلا مردم دنیا رو دارید نام میبرید؟ نه، ما ایرانی ها به طور مشخص. بله. ما رفتار اجتماعیمون رو نگاه میکنیم در مقابل انتخابات. مثلا ببینید هذیان هایی که سر انتخابات به وجود اومد، بخش بزرگی از کسانی که میگفتن برید به آقای رئیس شهری رای بدید، در این حال میگن که عاشق آقای منتظری هستن و او قهرمانشونه. خب دشمن شماره یک، عامل آقای احمد خمینی برای حذف و خلع آقای منتظری، آقای رئیس شهری هستش. کتاب در این مورد نوشته، یعنی تنها کسی هستش که در جلوی ویترین، در جلوی میدان، جلوی جبهه داره میجنگه. خب کسی که بره به آقای رئیس شهری رأی بده و در این حال بگه من آقای منتظری رو دوست دارم، آقای منتظری حق خواه بود، این آدم تناقض ذهنی داره و این یک نفر نیستش. ما از این الگوی رفتاری میتونیم بفهمیم که فضای روانی ما چقدر هذیانی هستش. شیدائی هایی که نسبت با آقای منتظری به وجود میاد، کلن با نگاه میکنیم آقای منتظری. خب من سوال اصلی که در بخش اول مطالب شما، یعنی سوال شما گفتم، این بود که آقای منتظری مبنای خودش رو زیر سوال نبرد.
گناه رو گردن خامنه ای انداخت، گناه رو قبلش گردن منتظری انداختش. این هیئت سه نفره چه کسانی بودن؟ آقای رئیسی هیئت، در واقع اینها هم عین داستان ستوفنگدار و دارتنیانن، یعنی چهار نفره، یعنی پور محمدی و اشراقی و رئیسی و نگری و نگری، نگری که قاضی هم هست. بله بله، یعنی چهار نفر پس در واقع. بله چهار نفر هستن اینا. بله. در واقع بعد خب اینا شاگردان شما هستن، خب و شما باید یه مقداری احساس مسئولیت در مورد خودت بکنی، بگی من اشتباه کردم. به هیچ عنوان اشتباه رو در مورد خودش و در مورد مبلاش نمیپذیره. بعدن در مصاحبه با سعید پسرش به 14 اشتباه اقرار میکنه ایشون، که باز هم مبانی ذهنی خودش رو سر این اصلا مفهوم نکبتبار حکومت اسلامی زیر سوال نمیبره. کماکان معتقده که ولی فقیه باید رأس باشه، کماکان معتقده ولی فقیه باید فرمانده کل قوا باشه. بعد الان آمدن، من دارم میبینم از همون خانواده های قربانیان، اون چپایی که در اون زمان بودن که الان آمدن خارج از کشور. من مثلا یه مقاله دیروز نوشتم، منتظری تنها صدای آزادی خواه یا اعتراض کننده زمان شاه. خب ببینید چقدر ذهن معیوبیه، بعضی چقدر اشتباه داره میبینه. ما از بختیار شروع بکنید، یه چهره برجسته مثل بختیار، تا سال 67 ما هزاران نفر داشتیم اعتراض کردن. در خود روحانیون تراز اول چندین نفر داشتیم که من چند نفر رو نام بردم اعتراض کردن. آقای منتظری از هیچ کدوم از اینا حمایت نکرد. این که بگیم آقای منتظری تنها صدای معترض اون موقع بوده، نه تنها غلطه، دومی که آقای منتظری رعیت نبود، شهروند نبود. آقای منتظری قائم مقام رهبری بود. قاعدتا وقتی کسی مسئول هستش باید بیشتر احساس مسئولیت بکنه نسبت به عمل کرده خودش. آدم پرنفوذی بود. یه جوری نگاهش میکنیم، یعنی ببینید به طور کلی مشکل ما که من پیام مسئله روانیه اینه که ما شخصیت هایی که قربانی میشن یا مظلوم به نظر میان رو، ما اینها رو میپروریم و قهرمانمون میسازیم. شخصیت های بازنده، لوزر کاراکتر رو ما قهرمان ازش میسازیم، شخصیت برنده رو نمیسازیم. آمریکایی‌ها تفاوتشونه که شخصیت های برنده شون رو قهرمان ازش میسازن، ولی ما به این گونه نگاه میکنیم که اگر طرف خب قربانی شده، به خصوص هم یه حالت قهرمان کلاسیک یونانی هم یکم داره دیگه، کسی که برای حق خواهی بلند میشه و قربانی میشه دیگه، اینو عاشقش میشیم. این مسئله مهمی هستش. قسمت دوم رو هم خیلی کوتاه برای شما بگم که چرا یه همچین فایل صوتی انتشار پیدا کردش. خب آدم میتونه این حدس رو بزنه با وضعیتی که الان در یه شایعاتی صحبت از این هستش که آقای ابراهیم رئیسی جای خودش رو با آقای خامنه ای عوض بکنه و او رو به عنوان ولی فقیه آینده در زمان حیات آقای خامنه ای طرحش بکنن، که خب رفته الان شده تولیت آستان قدس رضوی، قبلش معاون اول قوه قضاییه بود و از سن 19 سالگی هم قاضی بود و رشد کرده بود، و بعد هم فرمانده های سپاه و نظامی ها میرن به او گزارش میدن در مشهد. اینها این گمانه رو که نکنه آقای رئیسی قراره جای آقای خامنه ای بشینه و در زمان حیات آقای خامنه ای هم بشینه، این گمانه رو یکمی پرورش میده. الان افرادی در حکومت در داخل دارن به این مسئله فکر میکنن، هیچ کدوم هم خبر ندارن که دقیقاً این طور باشه. یعنی مثلا گروه حلقه جمانون آقای رفسنجانی اینها یه همچین فکری رو ندارن، یعنی مطمئن نیستن، چون طرف مقابل آقای خامنه‌ای نمیاد با گروهش این طرحو بیرون بده اگر هم وجود داشته باشه. اینها نشانه هایی دارن میبینن و من حدسم این هستش که بر مبنای این نشانه ها، چون بفهمیم که این شایع گردانی میتونه در خود این مقامات بالا هم یا کسانی که مقداری الان به حاشیه رونده شدن خیلی اونجا هم رخنه بکنه و اونها رو هم تحت تاثیر قرار بده. اون بخشی از اونها احتمالاً آمدن که این مسئله سابقه آقای رئیسی رو طرح بکنن. این البته صرفاً نوعیه که من دارم حدس میزنم، یک گمانه هستش. و اون بخش آمدن با آقای احمد منتظری گفتن که همچین فایل رو بده بیرون، که آقای احمد منتظری هم داده. شاید یه همچین چیزی، این سناریو تا یه حدودی معقول هستش، فقط در این سطح میگم. من خیلی به این که حتی آقای رئیسی بخواد جای آقای خامنه‌ای هم بشینه رو تأکیدی روش ندارم، فقط شایعه‌ای که میشنوم. اما از طرف دیگه این خب یه ضربه به آقای روحانی میزنه، به خاطر اینکه یکی از اون هیئت سه نفره آقای پور محمدی که الان وزیر دادگستری آقای روحانی هستش،
بل یک دعوایی رو هم بین حلقه جماران با آقای منتظر میندازه. یعنی الان اصلاح طلب هایی که از طرفی دوست دارن بگن که آقای منتظر رو خیلی دوست دارن موندن که برن پشت حسن خمینی، چون حسن خمینی یعنی پدرش قاتل آقای منتظری است، باید محسوب بشه دشمن هم، حالا کلمه قاتل رو اضافه زیادی گفتم. و این دو قطبی سازی هم در اونجا شکل گرفته. به نظر من این فایل بیشتر ضربه زده به خود اصلاح طلب ها تا به آقای خامنه‌ای و رئیسی، اونها که به رو خودشون نمیارن. اینکه ولی فقیه آینده آدم کش باشه خیلی نه، آقای خامنه‌ای بعدش میاد اصلا این همچین ذهنیتی در بین مردم ایجاد بشه، و نه اینکه این رو با من یک ضربه برای خودش میبینه، به همین خاطر هم سکوت خواهد کرد. ممنونم آقای جلالی تهرانی، تا دوشنبه آینده که مجدداً با شما خواهیم بود، از شما و شنوندگان عزیزی که لطف کردید با ما بودید خداحافظی میکنم.